I have problem with my water. آب نداریم ولی عوضش صابون خفن داریم. میای بریم شهر ارواح؟ اینجا شهر سوخته یا همون شهر ارواحه؟ من اولی که اسمش اومد واقعا ترسیدم ولی نمیدونستم که اصلا اینجا کجاست. اوکی، گفت واتساپ مسیج میده به هم، حالا ببینیم چی میشه. خواستم دوش بگیرم، نمیتونم هیچ کاری بکنم. خیلی ها برای صبحانه اصلا اشتها ندارم، ولی من اما نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه از سر صبح اشتها رو دارم. از صبح که دور صبح شده آب نیست و اگه آب قطع باشه کلن برنامه عوض میشه، چون باید بمونیم ببینیم آب چجوریه. یعنی با این پاس فضل قرار من همه کار بکنم. به خدا که خود بارسازه اصلا باورش نمیشه که دیشب توش سوپ درست شده الان هم توش سوجوب درست هم میشه. مرسی. آب نداریم ولی عوضش صابون خفن داریم. اینا نمیان، اینجوری نمیشه. حدیثه، میای بریم شهر ارواح؟ رسیدیم. واروشا یکی از مدرن ترین مقصدهای توریستی دهه 70 حالا تبدیل به یه شهر مرده شده. داستان این شهر برمیگرده به سال 1974. در امتداد سالها کشمکش بین ترکیه و یونان سر جزیره قبرس، کودتایی توی یونان اتفاق میفته برای تصرف دوباره این جزیره که ترکیه هم در جواب این کودتا شهر زیبای واروشا رو بمباران میکنه و ساکنین شهر که اکثرا یونانی زبان بودن مجبور به ترک شهرشون میشن و اینجا تبدیل به یک ویرانه میشه. از همون سال تا امروز این شهر مثل یه منطقه جنگی توسط ارتش ترکیه نگهداری شده، ولی از سال 2020 دولت ترکیه اعلام میکنه بخشی از واروشا قرار باز بشه تا مردم و گردشگرا بیان و این شهر رو از نزدیک ببینن. شهری که از 50 سال پیش ساکنین خودش دیگه اجازه ورود به خونه هاشون رو ندارن. خیلی عجیبه. اینکه مثلا یه موقعی میری توی موزه ای یه مثلا قطعه رو گذاشتن توی شیشه و اینجوریه که این مال 2000 سال پیشه، ولی تو هیچ پیش‌فرضی از 2000 سال پیش نداری. خب خیلی دور از ذهنه، ولی وقتی که داستان اینجا مال همین 50-60 سال پیشه خیلی عجیبه و یه حالتیه که انگار تو میدونی همه چیو، اینو همه چی واقعی تره، قابل لمس تره. تحقیقی که کردم نوشته بود که اینجا یه زمانی انقدر خفن بوده که بهش میگفتن لاس وگاس خاورمیانه و یه سال یه عالمه مثلا هتل‌ها و کازینوهای خفن داشته، ساحل‌های خیلی خفنی داشته که میومدن از جای مختلف دنیا اینجا و مثلا تفریح هالیدیشون اینجا میگذروندن. فکر این که آدما اینجا خاطره دارن مثلا توی این کوچه خیابونو زندگی کردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، همه سوخته اینجوری بوم زدن ترکیده و همه چیز همون جوریه و اون آدم هم شاید باشن ولی مثلا دیگه نتونستن بیان. آره دقیقا، وقتی آدم اینجوری از نزدیک میتونه لمس کنه که چه اتفاق ناجوری براش افتاده و چقدر غم انگیزه، واقعا اصلا یه حال یه آدم تنش مورمور میشه. بریم. این تابلوها
نوشته که ساختمان ممکنه که چیز کنه فرو بریزه به خاطر قدیمی بودنش و اگه برین خطرناکه واسه خودتون. ولی تو نگاه کن این فیلم های ترسناک نیست؟ تمام لحظه هایی که دارم از این کوچه خیابونا رد میشم فقط به اون خونه ای فکر میکنم که کلی خاطره توش جا موند. نامه هایی که هیچ وقت به دست صاحبش نرسید. پروازی که اینجا دیگه هیچ وقت نتونست بشینه. نون فروشی که نون تازه پختش بیاد شد و دیگه هیچ وقت کسی نخریدش. مادری که بچه‌شو توی غربت به دنیا آورد. هتلی که دیگه هیچ وقت پذیرای مهمونایی که از قبل رزرو کرده بودنش نشد. مدرسه‌ای که دیگه هیچ وقت زنگ تفریحش به صدا در نیامد. مردمی که از اون سال به بعد دیگه هیچ وقت هیچ جا احساس خونه بودن ندارن. این تیکه شهر خیلی معروفه تو عکسای گوگل. یا خدا افتادم. این تیکه شهر خیلی معروفه. این عکس تویوتا رو شما تو گوگل مپ هم بزنید پیدا میکنید. همه میان که برسن اینجا از این یه تیکه عکس بگیرن. خیلی شهرتره اینجا، انگار که مرکز شهر بوده. چیزی که من متوجه شدم برای این ساختمان تویوتا اینه که این 300 سال پیش وقتی که عثمانی اینجا رو در واقع پیدا میکنه و انگار درست میکنه توی سندها میزنه که اینجا وقفه برای چریتی و مسائل خیریه. و وقتی که انگلستان میاد و اینجا رو در واقع تصرف میکنه و به مستعمره خودش میگیره، این از این ساختمون به صورت پرایوت استفاده میکنه و این همه این عکس‌ها و این نوشته ها هم توضیح همینه که سند این ساختمون ها رو گذاشتن و توضیح دادن که آره اینجا یه مثالی از کار غیرقانونی که انگلستان کرده برای این ساختمون و برای این منطقه. البته که من انگلیسیم خیلی خوب نیست ولی عکس و فیلماشو گذاشتم، خودتون میتونید ببینید. خب کل این شهر ممنوعه به این تویوتاش معروفه. اون آدم 20 ساله که مجبور به ترک خونش شد الان 70 سالشه و شاید حتی زنده نباشه. ولی کاش یه روز مردم اینجا قبل از مردنشون دوباره برگردن و با بغل کردن خاطراتشون بازم احساس کنن به خونه رسیدن. یا خدا اینجا رو. اینجا هم تو بعضی از کوچه‌ها و خیابونا عکس برداری فیلم برداری ممنوعه و تابلو گذاشتن و نگهبانی گذاشتن، پلیس گذاشتن، هم برای اینکه آدما نرن توی ساختمونا، هم برای اینکه یه جاهای عکس برداری فیلم برداری ممنوعه. من دیگه داره گریم میگیره. خیلی غمگینه. خیلی عجیبه واقعا. چون شهرک خیلی قشنگیه. خیلی. و خیلی قدیمی. مثلا مال دوره 70 دیگه. عشان معلوم از معماری. آره. شیشای شکسته. این هتل بوده حدیثه. درک اینکه اون آدم ها چه حسی داشتن از ترک خونشون خیلی ساده است. مهم نیست اهل کجا باشی، مهم اینه که هر جنگی که تو رو مجبور بکنه خاطراتتو بذاری و بری، دردش همیشه همون درد و حسش همیشه همون حس. جلوتر دیگه نمیشه رفت و برگرده. بعد از 3 ساعت پیاده روی و دوچرخه سواری داریم میریم دوچرخه ها رو تحویل بدیم. یک، دو، سه، چهار. چی میخواییم؟ دستمال کاغذی. خب نوبتی هم باشه. نوبت چیه؟ درگونتانه.
ما برگشتیم. چیکار داری میکنی؟ من دارم درگاناشو میکنم. نمیخواد ایناشو بکنی. حالا دوست دارم این کارو بکنم. گشت و گذار ما تموم شد و برگشتیم خونه. و به نظر من واقعا ارزششو داره برید ببینیدش. خیلی جالبه. خیلی خیلی جالبه. اینکه یه زمانی اونجا انقدر مثلا پورت دریاییش پورت معروفی بوده و همه رفت آمد ها از اونجا بوده، کلی برو بیا داشته یه زمانی، خیلی جالبه. بنزاد از این ور بزنم یا از این ور؟ ببین نمونه شو که تو میوه فروشی بازار گذاشته بودن این وری بود. آره شاید یه دلیلی داره. خواخه مثلا خربوزه رو ما هم از اون ور بزنیم هم از این ور. حالا این خربوزه نیست، این از استوبا اومده، اصلا داستانش فرق داره. ای وای چقدر نرم بود. جی 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 جی. عجب رنگی داره. بکنم رنگش از ایناست که نمیره هیچ وقت. مثل رنگ انار دیدی؟ ای آره. اوه حواسمون باشه به جایی نماله. توش خیلی عجیبه. چقدر عجیبه مزهش. من هیچ مزه‌ای حس نمی کنم. حالا دیدی بزن تا تهش میری. من هیچ مزه‌ای حس نمی کنم. انگار هوای مزه‌دار داره میخوری. واقعا هیچ مزه، یه ذره ته شیرینی داره توش. یعنی مزه بستنی میده. یه ذره مثلا بستنی های طعم‌دار هست. اسانسیا. آها مزه اسانس میده. فکر کن یه میوه مزه احساس بده. آخه شما نگاه کن. ولی بعد از این همه راه رفتن میچسبه ها، خنکه. شما اینو نگاه میکنی به نظرت چه مزه ایه؟ بوی هم نداره. آره هیچ بوی نداره. هیچ. خب اه. توی لیست کارهایی که تو عمرم کردم میتونم بگم که درگان فروت رو تست کردم و اصلا خوشم نیومد. او زبونم چرنگی شده. زمان من چنگی شده؟ برای این به نظرم خاصیت رنگش بیشتر از خاصیت میوهش باشه. بعد از اون همه راه رفتن ارزشش رو داشت. خیلی خنک بود، به نظرم خوب بود. خیلی راه رفتیم. خیلی راه رفتیم. بذار چک کنم اینم چقدر راه رفتیم. 11174 تا قدم راه رفتیم. 8 کیلومتر تقریبا. 7 کیلومتر 97. همون 4 ساعتی که دوچرخه ها رو میدن همونو زمان میخواد. لازم داشت. آره با اینکه تازه فقط یه قسمتش باز شده ها، یعنی یه منطقه خیلی بزرگی رو نقشه‌ام که نگاه میکنی نوشته قشنگ. ماراش. آره. یه منطقه خیلی بزرگیه که یه قسمت کوچیکش فقط باز شده و میشه دید. من حقیقتش دلم گرفتش، همش داشتم میفیم کردم که قشنگ خیابونا اینا یه حالت واقعی داره، همه چی از دست رفته. با همش به آدم ها فکر میکردم، مثلا خاطره ها. این حقیقتی که اونجا آدم ها یه زمانی زندگی میکردن، مثلا اون خیابون اصلیه که اون ساختمان تویوتا توش بود، واقعا معلوم بود انگار مرکز شهره. انگار یه جایی بود که این مرکز شهر خیلی برو بیا داشته، یه عالمه آدم مغازه داشتن، خونه داشتن. مثلا قفلای زنگ زده ای که تو مغازه ها زده بودن و هنوز بود اون قفله. یعنی یه موقعی اون آدمه مغازه رو قفل زده رفته به امید اینکه یه روزی برگرده، ولی هیچ وقت نتونسته برگرده. دیدی همه جا خالیه. خالی بود، یعنی مثلا اگه یه پنجره شکسته بود اینجوری افتاده بود یا شیشه خور بود، یا مثلا توی اونایی که زده بود سوپرمارکت، مثلا توی هیچ کدومش هیچ چیزی نبود. یعنی کامل شهر رو خالی کردن، مثلا هیچ پرده‌ای به پنجره نبود. آره. یعنی تازه از اون حالت دلخراشش به نظرم کم میکرد. وقتی نگاه میکردی یک ساختمان خرابه بود. مثلا اگه اونا بود که دیگه خیلی وحشتناکتر بود به نظرم. الان توی این سایته که من هستم نوشته که هر سال یه چیز حدود 700 هزار نفر به دیدن اونجا میرفتن و اولین هتل 7 ستاره دنیا توی این شهر ساخته شده بوده. یعنی چقدر خفن بوده واقعا. این ویدیو هم تمام شد ولی درگون فروت تموم نشد. من نمیتونم بخورم. شاید میخوای بخورش. همون نصف بستم بود دیگه. یه حالیه نمیدونم. اینم تموم شد. ولاگ ما هم تموم شد. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. تا ولاگ بعدی. خیلی ممنونم. من بگم. این دفعه من بگم. این دفعه تو بگم.
خب دوستان عزیز، ما و نوه همکارم میوه درگن فروترمون رو خوردیم. مرسی که تا اینجا یه ولاگ رو تماشا کردید. واقعا اولین بارمه که دارم اینجوری حرف میزنم. تا ولاگ بعدی خدیا خدافز. چجوری اینجوری حرف میزنی؟ صدا تو اینجوری میکنی؟